اجازه میفرمایید. چه شده؟ باز چه میگویی؟ بانوی من چاره این مشکل را میدانم، اما جرأت سخن گفتن ندارم. جناب فرمانروا بسیار خشمگینند. یعنی تو تعبیر خواب میدانی؟ نه نه، من معبری توانا میشناسم. اینا روز موقعیت خطرناک است. بی ربط بگویی کار دست خودت داده ای. من ایمان دارم آن معبری مشکل را چاره خواهد کرد. بانوی من استدعا دارم اجازه بفرمایید من سخن بگویم. آمل حوتب چه میکنید؟ اینان کاهنان معبد آمون هستند. دست نگه دارید آلی جناب، اینا روز میخواهد مطلبی را به عرض برساند. رهایشان کنید. بگو اینا روز میشنوم. من برای مشکل جناب فرمان روا راه چاره ای دارم. تو برای تعبیر خواب ما راه چاره داری؟ آری عالی جناب. شرم‌آور است. بروید خود را در نیل غرق کنید. جادوگران و خوابگزاران بزرگ معبد آمون ساکت ماندند. آن وقت ایناروس ساقی ما باید برای من راه چاره پیدا کند. خب؟ او کیست ایناروس؟ یک برده عبرانی که اینک در زندان است. یک برده زندانی عبرانی؟ فرمان روایی بزرگ، زمانی که با آپوپیس در زندان بودیم هر دو خواب دیدیم و همین جوان زندانی خواب مرا به آزادی از زندان تعبیر کرد و خواب آپوپیس را به مرگ و آویخته شدن بردار. هر دو تعبیر پس از 3 روز تحقق یافت. ایناروس، تو هیچ میدانی نتیجه تمسخر فرمان روا چیست؟ مطمئن باشید سرور من، مطمئن باشید. او چه میگوید بودیوار؟ بودیوار؟ او درست میگوید خداوندگار من. گمان میکنم آن جوان را بشناسم. تا فردا مهلت دارید که خواب مرا تعبیر کنید. بروید که همچون سرگینه به جامانده از گاوهای اطراف نیل بوی تعفن میدهید. بروید. من تا فردا تعبیر خوابم را میخواهم. شنیدید؟ وقت را تلف نکنید. همین امشب با هورم هوب به زندان زاویرا بروید و تعبیر خواب مرا جویا شوید. نام این زندانی چیست؟ یوزارسیف، اما در زبان عبری به او یوسف میگویند. نامی آشناست. گمان میکنم در گذشته کودکی به این نام برای جناب پوتیفار خریداری کردم. زندان زاویرا، فکر کن. Thank you.
کیستی؟ این وقت شب چه میخوایی؟ به فرمانده کیدامن بگو هورم هوب از طرف فرمان روا آمن هوتپ چارم آمده. منتظر باشی جناب فرمانده. فرمانده هورم هوب منتظر ورود هستن. در را بگشایی. حرکت کن. این وقت شب چه چیز فرمانده هورم هوب را به اینجا کشانده؟ دستور فرمان روا باید اجرا شود. روز و شب ندارم. اینا روز چه خطایی کرده؟ باز هم زندان؟ نه، آمده ایم یوزار سیف را ببینیم. از جانب فرمان روا ماموریت داریم. بسیار خوب، برم. نبی خدا یوزار سیف. درود خداوند بر تو باد. تو کیستی؟ چی میکنی؟ منم ایناروس. ایناروس فراموشکار. ایناروس قدر ناشناس. ایناروس بس کن، این سخنان چیست که میگویی؟ از من تقاضای کوچکی کردی ولی من کوتاهی کردم. از شرم نمیدانستم چگونه باید با تو روبرو شدم. شرمندگی تو بیمورد است. تو باید تقاضای مرا فراموش میکردی. فراموشی تو بی حکمت نبود. هم یاران خوبی را یافتم و هم برای تسکیه عبادت فرصت خوبی را. اینا روز چه شد که تو یاد از زندان زاویرا کردی؟ چه شد که بیادی یزارس؟ خواهم گفت مرا فرمان روای مصر عالی جناب آمن هوتپ به اینجا فرستاده. برای تعبیر خوابی آمدم. تمام جادوگران و معبران تبس از تعبیر خواب آمن هوتپ عاجز ماندند. اگر فرمان روا خواب نمیدید شاید هنوز هم شما را به خاطر نمی آوردم. خب تعریف کن ایناروس. فرمان روا در خواب دیده که 7 گاو فربه توسط 7 گاو لاغر بلعیده شدند و 7 خوشه سبز و پربار توسط 7 خوشه زرد خشکیدند و از بین رفتند. به اذن و اراده خالق یکتا تعویل این خواب نزد من است. ولی شما نباید این خواب را تعبیر کنید مگر اون که آمن هوتپ شما را از زندان خلاص کند. خداوند علم تعبیر را برای چنین روزی به من آموخته و این شیوه جوان مردان نیست که در ازای کار خیر مزد و تضمین مطالبه کنند. به نزد فرمان روا بازگشتی، بگو 7 سال فراوانی و نعمت در پیش دارید. در این 7 سال بکارید و درو کنید و جز اندکی که برای کشتن و خوردن مصرف می‌کنید ما بقی را ذخیره کنید. پس از آن 7 سال قحطی و خشکسالی در پیش دارید. ذخیره های زمان فراوانی را در زمان قحطی مصرف کنید تا مردم دچار مشقت نشوند. خداوند سوگند تعبیر همین است. من مطمئنم آنچه که جادوگران و معبران از آن عاجز مانده اند همین تعبیر است. من یقین دارم جناب فرمان روا با شنیدن این تعبیر بسیار خوشحال خواهد شد. من مطمئنم. اگر مطلب دیگری نیست من باید هر چه زودتر بازگردم. میروی که باز هم ما را فراموش کنی نروز؟ نه نه، من همین امروز به نزد شما باز میگردم. برو با به فکر یارانت باش. حتما. بدرود. خدا نگهدار. بدرود. خدا نگهدار. من باز میگردم.
خب این استخوان ها و مهره ها در تعبیر خواب ناتوانه. این مهره ها ناتوانن یا تو؟ هرچه کاهن اعظم بفرمایند. ما خوابگزاران به ضعف خود اعتراف میکنیم. تنها یافته ما در این چند روز گذشته این است که در سنن دیرین و آیین‌های گذشته مصر گاو را به سال تعبیر کردن. خب که چه؟ این که مشکلی را حل نمی کند. من این جوان زندانی را می شناسم. بیم آن دارم که خواب آمنهوتپ را تعبیر کنم. مگر نشنیدی قبلا خواب این آروس را به خوبی تعبیر کرده است؟ من نمی فهمم جناب آنخ ماهو. خیلی ها تعبیر خواب کردن. دوز آشیفم این چه اشکالی دارد؟ ابله، شکست آهون با همه کاهنات و جادوگرانش در برابر یک برده اشکالی ندارد؟ چرا؟ چرا دارد؟ این جوان یوزار سیف نام دارد و یک دا پرست است. پیروزی او شکست آمون محسوب می شود، چرا که بر خدای آمون کافر است. اینارس، تعبیر خواب را آورده ای یا نه؟ قبلا عرض کرده بودم که او معبر بزرگی است. خب او چه گفت؟ یوزارسیف گفت 7 گاو فربه و 7 سنبله سبز نشانه 7 سال فراوانی و 7 گاو لاغر و 7 سنبله خشکیده نشانه 7 سال قحطی و خشکسالی است. آفرین، همین است. این تعبیر بیشترین تطبیق را با خواب من دارد. همین است. من به هر آنچه که این برده عبرانی بگوید ایمان دارم. تو او را میشناسی؟ چرا؟ چیزهایی درباره او میدانم. اینارس، این زندانی سخنی از راه چاره و پیشگیری از قحطی نگفت. چرا عالی جناب؟ او گفت در 7 سال فراوانی و نعمت بکارید و ذخیره کنید تا در 7 سال خشکسالی و قحطی از آن استفاده کنید. این راه حل کاملا مناسب است، اما گندم که 7 سال دوام نمی آورد چگونه ذخیره کنیم؟ شاید این زندانی راه چاره را بداند. حتما همینطور است. میخواهم این برده عبرانی را ببینم. او را نزد من بیاورید. این تعبیر خواب و راه چاره را مخفی نگاه دارید تا ببینیم کاهنان معبد چه میکنند. بیشک تعبیری این چنین حکیمانه ضربه مهلکی بر پیکر آنخ ماهو و کاهنان معبد می باشد. بیشک آنان از تعبیر خواب فرمان روا عاجز زبون خواهند شد. چهره شکست خورده و تغییر شده آنخ ماهو چه دیدنی است.